از زمانی که عبدالفتاح سیسی با کودتای نظامی قدرت را در مصر در دست گرفت تا به امروز، رهبران ارشد جنبش اخوان المسلمین همواره درگیر دادگاه بودند. تقریبا تمامی رهبران ارشد اخوان المسلمین مصر بازداشت شدند. از جمله محمد مرسی که در زمان وقوع کودتا رئیس جمهور قانونی مصر بود، به چندین سال حبس محکوم شدند که در نهایت محمد مرسی هنگامی که دوران محکومیت خود را در زندان می گذراند جان باخت. دادگاهی در مصر عبدالمنعم ابوالفتوح نامزد سابق ریاست جمهوری و محمود عزت از رهبران اخوان المسلمین را به 15 سال زندان محکوم کرد. به گزارش رسانه های مصری، دادگاه کیفری قاهره روز گذشته یک شنبه با صدور حکمی یاد شدگان را به نشر اخبار دروغ، ضربه به منافع ملی کشور و رهبری گروهی که برخلاف احکام قانون تشکیل شده است متهم کرد. این دادگاه همچنین ابراهیم منیر سرپرست فعلی اخوان المسلمین را به همراه 12 نفر دیگر از این گروه به حبس ابد محکوم کرد. دادگاه کیفری قاهره همچنین 7 نفر دیگر از فعالان سیاسی مصر را به 15 سال حبس محکوم کرد. در این حکم همچنین محمد قصاص عضو دفتر سیاسی مصر قوی به همراه یکی دیگر از فعالان سیاسی مصر به نام معاذ شرقاوی به 10 سال حبس محکوم شدند. بنابر اعلام دادگاه، اتهامات ابوالفتوح، منیر، عزت و 13 متهم دیگر شامل جرم فراهم کردن امنیت تروریست‌ها و جمع‌آوری، دریافت، نگهداری، کمک رسانی و حمل و ارائه پول و سلاح به اخوان المسلمین به قصد استفاده از آن برای ارتکاب جرم و جنایت است. این حکم ها در حالی صادر شده که پیشتر رسانه های مصری اعلام کرده بودند قوه قضایی این کشور حکم اعدام محمود عزت رهبر موقت اخوان المسلمین را تایید کرده است. دولت مصر اخوان المسلمین را یک گروه تروریستی می داند و فعالیت های آن را پس از کودتای نظامیان علیه دولت محمد مرسی غیرقانونی اعلام کرده است. وزارت کشور مصر عزت را مسئول اصلی تأسیس شاخه نظامی اخوان المسلمین مصر می داند. محمد محمود عزت از شخصیت های کلیدی و مهم اخوان المسلمین بوده و از او به عنوان نگهبان دارایی و اسرار گروه یاد می شود. فاطمه موسوی، اخبار شیعه.